پوتین ممکن است به زودی رسماً به اوکراین اعلان جنگ کند. مقامات آمریکایی و غربی معتقدند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است روز 9 می رسماً به اوکراین اعلان جنگ کند. به گزارش CNN این اقدام به اعتقاد منابع غربی به منزله بسیج کامل نیروهای ذخیره ارتش روسیه در زمانی است که قوای تهاجمی این کشور در جنگ اوکراین رو به افول گزارش شده است. روز 9 ماه می در روسیه به عنوان روز پیروزی نامگذاری شده و یادآور غلبه اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی در جنگ کبیر میهنی در سال 1945 است. مقامات غربی از مدت‌ها پیش بر این باور بودند که پوتین از اهمیت نمادین و ارزش تبلیغاتی روز 9 می برای اعلام یک دستاورد بزرگ نظامی در اوکراین و یا تصمیم برای تشدید خصومت استفاده خواهد کرد. بر اساس این گمانه‌زنی‌ها کرملین سناریویی را در دست دارد که به موجب آن ولادیمیر پوتین روز 9 می رسماً به اوکراین اعلان جنگ خواهد کرد و کلیه نیروهای کشور برای پیشبرد این جنگ از این پس بسیج خواهند شد. رئیس جمهور روسیه و رسانه‌های رسمی در این کشور همواره از تهاجم نظامی اخیر به اوکراین به عنوان عملیات ویژه نظامی نام بردند. گفتنی است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان روز دوشنبه اعلام کرد که اواخر ماه آوریل از ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان شنیده بود که روسیه قصد دارد روز 9 می به جنگ اوکراین پایان دهد. برای یک درگیری بزرگ بین المللی باید آماده شویم. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سخنان خود در جلسه استماع کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا در مورد بودجه دفاعی این کشور مدعی شد که پتانسیل درگیری بین قدرت‌های بزرگ در حال افزایش است. مهر به نقل از CNN نوشت مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا سه‌شنبه اعلام کرد که شاهد بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت اروپا و شاید جهان در چند دهه اخیر به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین است. میلی در این باره گفت حمله روسیه به اوکراین نه تنها صلح و ثبات اروپا را بلکه صلح و ثبات جهانی را که والدین من و نسل‌های آمریکایی برای دفاع از آن سخت جنگیدند متزلزل می‌کند. وی همچنین گفت که آمریکا در یک نقطه عطف ژئواستراتژیک بسیار حساس و تاریخی قرار گرفته است و اینجایی است که ارتش ایالات متحده باید همزمان آمادگی خود را حفظ کند و برای آینده مدرن شود. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود چنانچه این کار را انجام ندهیم امنیت نسل‌های آینده را به خطر می‌اندازیم. وی در بیانیه افتتاحیه خود در جلسه استماع کمیته فرعی تخصیص بودجه سنا در مورد بودجه دفاعی این کشور به سناتورهای کنگره گفت که جهان در حال بی‌ثبات‌تر شدن است. میلی گفت پتانسیل درگیری عمده بین المللی بین قدرت‌های بزرگ در حال افزایش است، نه کاهش. پوتین در تماس با مکرون خواستار پایان کمک تسلیحاتی غرب به اوکراین شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که غرب با فشار بیشتر بر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و توقف ارسال تسلیحات به نیروهای اوکراینی میتواند به پایان جنگ کمک کند. آقای پوتین در اولین تماس تلفنی بعد از انتخابات فرانسه با امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور صحبت میکرد. آقای مکرون در این تماس بار دیگر خواستار آتش بس و گفتگو برای پایان جنگی شد که روسیه با حمله به اوکراین شروع کرده. او از آقای پوتین خواست اجازه تخلیه بیشتر مردم از شهر ماریوپول را بدهد. این شهر شاهد برخی از شدیدترین درگیری ها در این جنگ بوده و تصور می شود صدها غیر نظامی همچنان در میان ویرانه یک مجتمع فولادسازی که تحت کنترل نیروهای اوکراینی است گرفتار باشند. کشورهای غربی تلاش زیادی برای مسلح کردن اوکراین در این جنگ کردند و روز سه‌شنبه هم بریتانیا اعلام کرد که تجهیزات نظامی بیشتری به ارزش 300 میلیون پوند از جمله تجهیزات جنگ الکترونیکی، یک سیستم راداری، سیستم ایجاد پارازیت به روی موقعیت یا به جی پی اس و تجهیزات دید در شب ارسال می کند. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.